با درود به شما عزیزان، شوق دیدار شما تمام هفته ما رو آفتابی و گرم میکنه. آفتاب مهرتون رو از ما دریغ نکنین. نهمین شب از شبهای چلچراغ رو میزبانی میکنیم. دنیای ما دنیای نشانه هاست. از این پس گاه و بیگاه همین نشانه ها موضوع گفتگوی ما خواهند بود. نشانه هایی که به مدد اونها میشناسیم و شناخته میشیم. نشانه ها ابزار ما برای شناخت هستند. به هر طرف که نگاه کنین بی نصیب نمیمونین. فقط کافیه چراغ اندیشتون روشن باشه. همین حالا که پای این جعبه جادویی نشستین، نگاهی به دوربرتون بندازین. چیز جدیدی نمیبینین؟ حق دارین، چیز تازه و جدید وجود نداره. همه اونها رو بارها و بارها دیدین. تازگی باید در نگاه شما باشه و این اتفاقی است که در چشمهای شما میفته. حالا این اتفاق چطوری میفته؟ بازم نگاهی به دوربرتون بندازین. گاهی احساس میکنین بخشی از اونها، یعنی همون اشیای دوروبرتون هستین و یا حتی اونها بخشی از شما هستن. من رو هم که قبلا دیدین. حالا تصور کنین همه چیز سر جای خودشه و شما دیگه نیستین. اون چه باقی میمونه دیگه یک نشونه نیست. اشیا بدون شما ارزش خودشون رو از دست میدن، دیگه معنایی ندارن. اونا تا زمانی که شما بودین و اونها رو میفهمیدین معنی داشتن. احساس میکنین خیلی مهمین؟ راستش هم آره هم نه. مهم هستین چون تنها موجودی در این زمین هستین که قدرت فهم دارین و به ابزار شناخت مجهزین. و خب نه، از این جهت که اگه بود و نبودتون تأثیری نداشته باشه و اگه از قدرت شناختتون استفاده نکنین، خب نباشین هم چندان فرقی نمیکنه. این انتخاب شماست. شما که باید فکرتون رو به کار بندازین و تلاش کنین تا معانی رو در نشانه ها دریابین. شما باید ثابت کنین که وجود دارین و میفهمین. به من نگاه کنین، منم یه نشونم، منتها مثل بقیه نشونه ها منتظر نشستم که هر وقت دلتون خواست و شایدم دلتون نخواست به من توجه کنین. من شما رو مخاطب قرار دادم با شما حرف میزنم، ولی همه این نشونه ها که حرف نمیزنن. اونا مهمان های خاموش و صبور هر روز شما هستن. بارها حتی به اونا زل زدیم، ولی چون زیاد دیدینشون و یا چون شاید دیگه به نظر تازگی ندارن، مورد توجه شما قرار نمیگیرن. چه نشانه های جاندار، چه نشانه های بیجان. شاید هم اونقدر چیزای مهم دیگه هم هستن که دیگه اصلا حوصله‌شون رو ندارین. البته چیزایی که فهم میکنم مهم شدن. بسیاری از نشانه ها هستن که اگه ازشون سراغی نگیرین، سراغی از شما نمیگیرن. اونا تنها نشانه و علامتن. یه نفر این علامت ها و نشانه ها رو توی جاده زندگی گذاشته که با شناخت اونا راهتون رو گم نکنین. بقیهش با شماست. با شما که دلی به وسعت دریا و ذهنی به بزرگی تمام خلقت دارین. عجیبه نه؟ هم ظرفیت و قدرت و هم خود نشانه ها موجودن. همه هستن. حالا تنها شما هستین که باید تخم مرغ‌ها رو در سبد بذارین. به نظر کار ساده ای میاد، ولی تجربه ثابت کرده که کار ساده ای نیست. این بسته به شماست که سبدتون رو با چی پر میکنین و اصلا سبد شما چه اندازه ای داره. گاهی با پیدا کردن چند نشانه احساس میکنی همه چیز رو میدونی و دیگه کامل شدی. شاید هم سبدت کوچیکه و خیلی زود پر میشه. شاید هم فکر میکنی که نشانه هایی که برات گذاشتن کافی نیست و سبد تو خیلی بزرگه. در صورت نتیجه مهمه، اینکه الان در چه وضعیتی هستی. دانایی و فهم نشانه ها تشنگی میاره، از تو یک رهرو و جستجوگر میسازه. دشت ادراکت مدام جوونه میزنه و میشکفه. زاینده و بخشنده است. دوست عزیز من، امروز اولین روز از باقی مانده عمر توست. نشانه های زندگی مانع نیستن که روشون بپری و با تغییر مسیرت از کنارشون بی اعتنا رد بشی. اونا باید زیر پای فهم تو لگدکوب بشن. اونا رو جذب کن، فکر کن. کار سختیه میدونم، ولی آیا چیزای خوب آسون به دست میان؟ خودت رو تکرار نکن، تکرار از تو میکاهه. ولی من باز در گوش تکرار میکنم، امروز اولین روز از باقی مانده عمر توست. ز دور چرخ به سامان نمی رسد، خون شد دلم ز درد و به درمان نمی رسد. با خاک راه راست شدم همچو باد و باز تا آب روی می رسدم نان نمی رسد. پیپاره ای نمی کنم از هیچ استخوان تا 100,000 زخم به دندان نمی رسد.
سیرم ز جان خود به دل راستان، ولی بیچاره را چه چاره چو پروانه میرسد. از دست برد جور زمان اهل درد را این قصه بس که دست سوی جان نمیرسد. از حشمت اهل جهل به کیوان رسیدند، جز آه اهل فضل به کیوان نمیرسد. تا صد هزار خار نمیروید از زمین، از گلبنی گلی به گلستان نمیرسد. از آرزوست گشت گرانبار غم دلم، آخ آرزوی من آسان نمیرسد. یعقوب را دو دیده ز حسرت سپید شد، و آوازه ای ز مصر به کنعان نمیرسد. حافظ صبور باش که در راه عاشقی آن کس که جان نداد به جانان نمیرسد. شعری که شنیدید از شاعر گرانقدر کشورمون حافظ بود. تفکر سخته، مثل شنا کردن توی یک دریای متلاطمه. خیلی ها ترجیح میدن کنار ساحل دراز بکشن و بشینن پای داستانهای اونا که از دریا برگشتن. تازه باز هم شنونده های خوبی نیستن و چون شنا نکردن خب در فهم مطلب هم دچار اشکال میشن. در حوزه اندیشه نباید تنها مصرف کننده بود، تولید همت میخواد و برای همین اغلب خیلی زود خسته میشن. دوست دارن دیگران به جای اونا فکر کنن و تأسف انگیزتر این که به دام تقلید در تفکر میفتن. مگه میشه کسی جای منو تو فکر کنه؟ خب اگه اینجوری بود پس چرا قدرت فهم و تفکر رو تو وجود تک تک ما گذاشتن؟ چرا به ما توان درک داده شده؟ اصلا چرا به ما پا داده شده و امکان حرکت؟ تنها به این دلیل که دنبال احتیاجات جسمی روزمره باشیم یا اینکه بتونیم به شکار نشانه ها بریم؟ میتونستیم موجوداتی ثابت باشیم، اینا نشانه نیست؟ حالا میبینی چه عظمتی در نشانه هاست؟ سختم نبود، حالا شروع کن، به اطراف نگاه کن، کودک شو، تازه شو، تراوت چشماتو بهشون برگردون، بذار خودشون باشن و کار اصلیشون رو بکنن. این همه سال مثل یک سگ ولگرد در کوچه های بیخبری و البته پر زرق و برق پرسه زدن بس دیگه. تا دنیا دنیاست هوسهات باغ وجودت رو میچرن، در باغ رو به روی تمناهای بیبنیاد ببند، اونا از تراوت و شادابی این باغ چیزی باقی نمیذارن. بترس از روزی که این همه سبزی و تراوت تبدیل به بیابان بشه و تو تشنه به دنبال سراب در پهنه خشک دربدری ها سرگردان باشی و هی افسوس بخوری. وقتی تراوت گمشدت رو پیدا کردی دستش رو محکم تو دستات بگیر و بهش بگو که در غیابش چطور بیابان شدی. این شرط اوله، میخواد با شما بیاد، به شما بپیونده، بهش قول بدین که سبزی حضورش رو با زردی هیچ طلای و درخششش رو با فریب هیچ الماسی معاوضه نمی کنین. اون خوشباوره، شما خوشقول باشین. حالا با هم هستین، دو تا شدین و اگرچه سبکتر گام برمیدارین ولی جای پاتون عمیق‌تره و مشخص‌تر. به وزن کودکیتون برگشتین. جالبه نه؟ توی همه این سالها جاپاتون توی زندگی خودتون و دیگران کمرنگ شده بود. شاید هم دیگه اثری به جا نمیذاشتین. آخه آدم وقتی خودش رو می‌بینه و همه چیز رو برای خودش می‌خواد که اثری ازش باقی نمیمونه. دوست دارین الان خودتون رو وزن کنین؟ دوست دارین بدونین خود واقعیتون چقدر وزن داره؟ کاری نداره، چیزایی که جزو داشته ها و مایملک شما محسوب میشن رو از خودتون کسر کنین، ببینین چی باقی میمونه. آره، دارایی زمینیتون رو بذارین و ازشون فاصله بگیرین. از شما چی باقی مونده؟ چیزی که دارین به داشتنش افتخار میکنین؟ میبینین چه ساده دست آدم رو میشه؟ شاید بنزه کافی با خودمون جدی نبودیم، تو مسیر زندگی همش قسمت‌های اصلیمون رو دادیم و چیزای مصنوعی و فرعی رو جایگزین کردیم.
حالا در میانه یا پایان راه که به خودمون نگاه میکنیم میبینیم چیزی از اصالتمون باقی نمونده و یا یک کمیش باقی مونده. اینا حقیقته، چه خوشمون بیاد چه نیاد. پیش از اینها نفسم سرد نبود، سایم این همه نامرد نبود، دل من حادثه را میفهمید، غافل از آن چه که میکرد نبود، لااقل رغبت خود را میدید، روی این مسئله خون سرد نبود، یا که در بیشه این جنگل گرگ مثل یک بره ولگرد نبود، رنگ اگر بود فقط آبی بود، صفحه ذهن زمین زرد نبود، درد سر داشت غم عشق، ولی سهم من این همه سردرد نبود. نشانه ها هم دست از سر شما بردارن، من بر نمیدارم، من و آینم اول هر جاده منتظر شما هستیم، روتون رو بر نگردیم. با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو، باشد که خستگی بشود شب سار تو. در دفتر همیشه من ثبت می شود این لحظه ها، عزیزترین یادگار تو. تا دست هیچ کس نرسد تا ابد به من، می خواستم که گم بشوم در حصار تو. احساس می کنم که جدایم نمودند همچون شهاب سوخته ای از مدار تو. آن کوپه تهی منم آری که ماندم خالی تر از همیشه و در انتظار تو. این صوت آخر است و غریبا نمی رود، تنها ترین مسافر تو از دیار تو. هرچند مثل آینه هر لحظه فاشتر هشدار می دهد به خزانم به حال تو، اما در این زمانه اسرت مثل مرا ترسم که اشتباه بسنجد عیار تو. شعری که شنیدید از شاعر معاصر کشورمون محمد علی بهمنی بود. بهمنی از 9 سالگی شعر گفتن رو شروع کرد و در حال حاضر یکی از بهترین غزل سرایان معاصر و پیشگامان غزل مدرنه. نگاه انسانی او به اشعارش غنای دوچندان بخشیده، اشعاری که در عین سادگی و در همه فهم بودن سرشار از معانی بکر و تازه هستند. او 70 سال سن داره و در بندرعباس زندگی میکنه. در طی سالیان کتاب‌های متعددی ازشان به چاپ رسیده. ارمغان تفکر استقلال شماست. کمتر کسی رو میشه پیدا کرد که مستقل بودن و متکی به خود بودن رو نپسنده. وقتی که فکر میکنیم یعنی به خودمون اعتماد میکنیم، یعنی به خودمون احترام میذاریم و استقلال رأی و نظر شما هویت پرسشگر و جستجوگرتون رو پشتیبانی میکنه. اونایی که به تکرار خودشون و از همه بدتر تکرار دیگران دوچار میشن، بدون شک سرزمین پهناور ذهنشون دوچار قحطی تفکر شده. خیلی از ماها متوجه این موضوع نیستیم که سرگردانی های بی پایان ما، باری به هر جهت بودنمون و دلبستگی های ناپایدار ما ناشی از چیه. همیشه به دنبال مقصری بیرون از خودمون میگردیم، اغلب خودمون رو به دلیلی سرزنش میکنیم که واقعی نیست، در حالی که بیشتر اشتباهات ما در زندگی در غیاب تفکر و درک و مرخصی عقل رخ میدن. به تفکرتون میدانی برای جولان بدین، ابزار ناب و منحصر به فردی که پروردگار در اختیار شما گذاشته و دوست داره همراه با تفکر و فهمتون بهش تکیه کنین.
تفکر به شما وزن میده و این وزن باعث میشه در طوفانها با هر بادی از جای خودتون کنده نشین و مسیرتون عوض نشه. بماند که گاهی با یک نسیم ساده هم جابجا میشیم و بیدی میشیم که با هر تکان هرزه باد ولگردی میلرزیم. شمس لنگرودی چه زیبا میگه: تندباد همه چیز را برده است جز سایه‌ای که به سنگ کوچک خود تکیه داشت. حالا که تصمیم گرفتیم دریافتامون رو از صافی عقلمون عبور بدیم و به اونا فکر کنیم و پیش از اون که در ما رسوب کنن اونا رو غربال کنیم، تکلیفمون روشنه. از این به بعد با تمرکز با پدیده ها روبرو میشیم. تمرکز کمک میکنه بهتر ببینیم و بفهمیم. حالا دنبال سوژه میگردیم و نشانه ها دوباره صف میکشن. پس زندگی فرصتی است برای کشف، نه روزمرگی. شما بسیار با استعدادین، اول استعدادهای خودتون رو کشف کنین. این موجودات نحیف و لاغر استعدادهای شما هستند که در ویرانه های بی‌تفاوتی به ناچار ساکن شدن. اونا خلاقیت ها و تفکر پویای شما هستند که بی هیچ تمرینی به حال خودشون رها شدن. اگه اونا رو جدی بگیرین، دیگران هم خواهی نخواهی شما رو جدی میگیرن. بیهودگی جلو پلاسش رو از صحنه زندگیتون جمع میکنه و فریب با احتیاط بیشتری دوروبر شما قدم میزنه. شخصیت متفکر و جدیدتون رو میپسندین؟ اینی که میبینین این اولین نشانه است. اولین نشانه هم اومد، نه فریادی زد، نه هیاهو داشت و نه شما رو غافلگیر کرد. اون خودش نیومد، ما رفتیم سراغش. این قفل فقط و فقط با کلید خودش باز میشه. خوب گوش کنین، با کلید خودش. در غیر این صورت برای باز کردنش باید بشکنیدش. دوستان شاعر و شعر دوست من، دست به کار شین. راجع به این قفل چه چیزی به ذهنتون میرسه؟ قبل از گشودن دریچه های خروجی ذهن باید اونا رو پر کرد. وقتی بیشتر میدونیم، وقتی بیشتر اندوخته های بیشتری داریم، خب حرف های بیشتری هم برای گفتن داریم. هم حرف های بیشتری داریم و هم میتونیم ترکیبات جدیدتری به وجود بیاریم. قبل از دعوت مردم به باغ اندیشه هاتون تا میتونین توش گل بکارین. یک باغ کوچیک با چند شاخه گل شاید چندان تماشایی نباشه. وقتی مواد اولیه بنزه کافی و تبحر و نوآوری در انجام کار داشته باشین، مشتری های بیشماری پشت در فروشگاه شما صف خواهند کشید. مبنای گفتگوی ما دریافتای پراکنده و گاه و بیگاه زندگیه. برای گفتگون باید دستمون پر باشه، پر از مفاهیمی که شکار فهم ما شدن و در کارگاه خیالمون صیقل خورده و پرداخته شدن و با لعاب صداقت عرضه میشن. بیچاره دل من که خریدار ندارد، کس طاقت دلجویی بیمار ندارد. دل را به برای هر که برم باز پس آرد، گویی که شکسته است و خریدار ندارد. ای مشتریان بهر خدا صبر نمایید، کالای رقیب ارزش دیدار ندارد. از راسته رنگرزان بگذر و بنگر، محصول صفا گرمی بازار ندارد. خون در رگ دلبسته ببینی و ندانی، هر چند فسرده شده زنگار ندارد. جایی که به یغما برود نقد محبت، دلال خیانت ز کسی آر ندارد. گر بگذریم بر سر و چون ابر نباری، مانند دل سنگ تو کهسار ندارد. خرم دل آن بلبل آزاده به گلزار، ترسی ز لب تیغ و سر خار ندارد. احوال فروغی چه بپرسی چه بجویی، مرغ به قفس میل به گفتار ندارد.
از این پس میهمانان به ظاهر خاموش شبهای چلچراغ گاه و بیگاه از بایگانی ذهن با زبان بی زبانی با شما سخن خواهند گفت. اگه شما هم نشانه ای که شما رو نشانه رفته به ما معرفی کنین به قنای گفتگوهامون اضافه خواهید کرد. اونا رو به رنگ واژه ها آغشته کنین و برای ما بفرستین و دیگران رو هم از دریافتاتون و رمزگشاییاتون آگاه کنین. ما به هم احتیاج داریم. این میهمانان خاموش مثل یک آتش فشان خاموشن که در انتظار فورانن. اونا بهانه های ما برای سرودن هستن. در همین قفل اونقدر معنی و مکاشفه هست که زبان ما رو هم گاهی قفل میکنه. اولین تصور ما از قفل بستن و مسدود کردن و راه رو بودن و رفت آمده. قفل با حریم شخصی ارتباطی تنگاتنگ داره. این قفل خودش که نمیدونه کجا قرار بگیره، ما ایم که جاشو تعیین میکنیم. کلیدش هم یا دست ماست یا دست اونایی که احتمالاً بهشون اطمینان داریم. پس قفل با اطمینان هم یه پیوستگی داره. قفل یعنی ورود ممنوع، خروج ممنوع تا وقتی که کلید حضور پیدا کنه. هر قفل بسته بر در گنج مراد نیست. هر قفل بسته بر در گنج مراد نیست. دکان بیمتا چرا واکند کسی؟ هر قفل با کلید خودش باز می شود وقتی درست فعل خود اجرا کند کسی. هرگز نمی شود گره کور موج باز هرچه کلید داخل دریا کند کسی. اگه کلید قفلی گم بشه چاره جز شکستن قفل باقی نمی مونه. قفلی بر دل، قفلی بر زبان، قفلی بر دهان، قفلی بر ذهن. به نظر شما کلیتا کجان؟ ما انسان‌ها تنها موجوداتی هستیم که در طول زندگی تغییر شکل میدیم. یه پرنده از ابتدا تا انتها همون پرنده است، ولی ماهیت ما بارها و بارها تغییر میکنه و به تدریج شکل میگیره. اونقدر در وجود دچار تغییر میشیم که گاهی بالاتر از یک پرنده، خیلی بالاتر به پرواز در میایم و گاهی با بزرگترین بالهای دنیا حتی 1 میلیمتر هم نمیتونیم ارتفاع بگیریم. سنگ میشیم، شیشه میشیم، آتش میشیم، یخ میزنیم، کوه میشیم، کاه میشیم و این داستان ادامه داره. از دالان یکسان کودکی ها عبور میکنیم ولی به مرور به موجود دیگه ای تبدیل میشیم. البته در یک چیز دیگه هم شبیهیم و اون قدرت اندیشیدن و تفکریه که بهش بی محلی میکنیم گاهی. راه پر از علامتهایی است که آدرسهای صحیح رو با بی زبانی فریاد میزنن، اما کو گوش شنوا؟ در به گوشها و چشمامون رو بستیم و بهش قفل زدیم و به مرور یادمون رفته که اصلا کلید این قفلها رو کجای این جاده گم کردیم. در خونه که بسته باشه هواش کهنه میشه. درها باید گشوده بشه و قفلها رو اگه لازم شد باید شکست. یه سری به نشانه امروزمون بزنیم. همون که اگه لازم شد و اگه کلیدش رو گم کرده باشیم باید با اراده تغییر بشکنیمش. حتما شما هم اندوخته ای دارین، اندوخته ای که قابل دست برده، به همین دلیلی که بهش قفل میزنین تا از دست برد در امان باشه. اگه این همه اندوخته شما باشه شاید از چند تا قفل استفاده کنین. حالا خودتونم به اونا چسبیدین، به مرور نگهبان اونا میشین. شاید بشه گفت اونا شما رو به خدمت خودشون در میارن. نمیدونم، ولی شاید بدترین چیز این حالت باشه که عمرمون رو به نگهبانی اندوخته هامون سپری کنیم و قفل روی قفل بذاریم. به قول حسین پناهی عزیز بعضی ها انقدر فقیرن که تنها دارایشون پوله. به هر حال این انتخابه و اینو بدونی که ثروت هایی هستن که نه به قفل احتیاج دارن و نه نگهبانی میخوان. خیلی دوست دارم راه دزدی از این ثروت و گنجینه رو به شما یاد بدم. مهرورزی و عشق این گنج بیبدیل از بخشش فزونی میگیره. اونا ثروت شما رو از زمین به آسمون منتقل میکنن. ای تبعیدی زمین، قفل دلت رو بشکن. بیا با هم یکیشیم و ایمان بیاریم که آغاز همه فصل ها سرد نیست. من خانه دل تو رو آب و جارو میکنم بیمزد و تو خانه اندیشه من رو قبار روبی کن بیمنت. با دستان برات پلی میسازم که از روی دره خودبینی ها به سلامت بگذری. در سایه همدیگه نفس تازه میکنیم و با نیروی عشق قفل زبانمون رو وا میکنیم. من تلخکامی های تو رو تاب نمیارم و تو بیهودگی های من رو. داریم یواش یواش شبیه خودمون میشیم، همون که بودیم نه همون که شدیم. اونقدر عشق میورزیم که سینه تنگ زمین به هجوم هزاران کبوتر گشوده بشه و اونقدر مهربانی قسمت میکنیم که گرسنگی از تاریخ ادبیات و کلام بشر خط بخوره. خط میکشیم همه جا و روی هر چیزی که ارتباط ما رو با دنیای شفاف مهربانی قطع کرده بود.
قلم عشقت رو بردار، با من همراه شو. ما میخوایم قفلها رو بشکنیم، میخوایم سر فاصله رو به سنگ بکوبیم و دره ژرف بینمون رو به کوهی از تفاهم و همزبانی بدل کنیم. نه، اینا رویا نبود، داستان همت بود، قصه خواستن و توانستن. اینا خط لبخند من و نقطه ادراک تو بود. مجهول دنیا رو دریافتیم. آهای مسئله کجایی، بیا که حل شدی و چه ساده بودی ای معمای همه این سالها. پاسخت رو داشتیم و چه سالهایی هدر شد در پی پاسخی که در سینه بود. ای دل، هدر شده خونی که خورده ای، نبزم نمی زند انگار مرده ای، انگار باز هم در فکر رفتنی، گرچه در این قمار چیزی نبرده ای. این بار بی محل عزم سفر مکن، هر بار رفته ای برگشت خورده ای. همراهان عزیز، تا هفته دیگه، بدرود.